من تا همین نیم ساعت یه ساعت پیش سفر بودم، رفته بودم تور کویر، خیلی خوش میگذشت. آهنگ دوست دارم زندگی رو برای خودم پلی کرده بودم، اینجوری شاد خوشحال، همه چی درجه یک بود. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو. و ناگهان، یعنی یه ناگهانی داره اینجا که گوشیم زنگ میخوره و به من میگن که آیا اصلی کجایی برادر، بیست کجا میری برادر، بیست. حالا البته علی فر که اینجا با ما نیست، همکاری نمیکنه، ولی خب به ما میگن که آقا پاشو بیا سر کار. و من اون دوست دارم زندگی رو اینجوری در آوردم، یه نگاه به این طرف اون طرف کردم، دوباره گذاشتم و یه آهنگ بخیر، نصف شبتون بخیر، به هر حال بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سجاد اسدی هستم و شما دارین یه فوتبالی آیتم رو تماشا میکنین. من تا همین لحظاتی پیش داشتم در مورد سفر رفتن و کویر و عشق و حال و این داستانا صحبت میکردم، دوست دارم زندگی رو. اما یه برهه حساسی به وجود اومد که من دیگه زندگی رو دوست نداشتم. چرا؟ چون سعی کردم بپیچونم، نشد. حالا این پیچوندن فقط در مورد من نوعی نیست، نوعی های دیگه ای هستن که اونا هم میپیچونن، کاری نداره که آقا شما مسی هم باشی میپیچونی، حتی پاری سن ژرمن رو میپیچونی و میری سفر و تفریح و عشق و حال. بعد یه نکته ای که وجود داره، مثلا من بپیچونم تو مترو هم که برم که خب کسی نمیشناسه، بگه ای اینه که مثلا پیچونده، مسی پا شده رفته عربستان. نه تنها کاری نداره به اینکه مسی، تازه عکس و پست و استوری و اینا هم گذاشته. خب برادر اصلا پروتکل های پیچوندن رو بلد نیستی، وقتی میپیچونی دیگه عکس و استوری اینا نذار. به هر حال یه اتفاق عجیب غریب افتاد و خلاصه مسی یه سفری رفت و بعد پیچوند و بعد گفتن چرا پیچوندی و بعد تنبیه شد، جریمه شد توسط باشگاه پاری سن ژرمن، کلی داستان. بعد یه ویدیویی گرفت آقای مسی، واسطه بود اینجوری به دیوار و کچلا پوشته بود خیلی مرتب و منظم و عذرخواهی کرد. این ویدیو دو تا نکته داره. نکته اولش پیام اخلاقیه، شما مسی هم که باشی اشتباه می‌کنی باید عذرخواهی کنی برادر من. چرا عذرخواهی نمی‌کنی؟ الان یک سری از آدم‌هایی هستن که مثلا توی یک سازمان در دونپایه‌ترین جایگاهن. حالا آدم‌های بد نیست، بعد عذرخواهی که نمی‌کنی که چی، تازه طلبکارم هستن. من یه بار رفته بودم یه جا غذا بخورم، بعد سوسیس کالباس و اینا بود، یه ساندویچ بود. این ساندویچ‌ها بردم یه ذره خوردم، یه گربه یه نگاهی به من کرد، گفتم بذار یه ذره بهش بدم. پرت کردم این سوسیس رو زمین، یه نگاهی کرد، یه نگاه به من کرد، گفت بابا اصلا این چیه داری می‌خوری؟ منظورش که اصلا این بود، طلبکارم بود. حالا لطفاً طلبکار نباشیم و مثل آقای مسی این پیام اخلاقی رو در نظر بگیریم که آقا اشتباه میکنی بعد عذرخواهی کنی. نکته دومی که ویدیوی آقای مسی داشت اینه که قطع به یقین چون ویدیو از مثلا اینجا به بالا بود، قطعا مسی مثلا دیگه یه پیژامه پوشیده واسطه اونجا فیلم گرفته، یعنی فقط کت شلوار رو تنش کرده. مثلا نمیگفتن که پاشو بیا شام سرد شد اینا، گفته بابا واسه یه ویدیو باید بگیرم، یک دو سه بریم. من خیلی شرمندم، کتو درآورده رفته خلاصه شامو خورده. این تصور منه، حالا شاید آقای مسی خیلی متشخصانه برخورد کنه، ولی من کلاس آنلاین و اینا که شرکت میکردم، مخصوصا این دوران کرونا، مثلا استاد میگفت بیا بالا، اینجا کت و شلوار بود، اینجا لباس خونه بود. حالا احتمالا مسی هم داستانش همین بوده. به هر حال بعد از اینکه حالا این داستان پیش اومد، صحبت‌های زیادی شنیده شد مبنی بر اینکه مسی دیگه آخر فصل از پاری سن ژرمن جدا میشه. آقای فابریتسیو رومانو خبرنگار مطرح ایتالیایی هم اومد اینو تایید کرد. حالا من که اون طرف نیستم اینو براتون تایید کنم، ولی فعلا دارم میگن، آقا میگن مسی نمیمونه و احتمال موندن مسی توی پاری سن ژرمن مثل اینه که شما تصور کنید فرانک لمپارد مثلا یه جای قهرمان شه، دقیقا احتمالش همینقدر طبق گفته اونا. البته منتها در حوزه حالا تایید کردن که داریم صحبت میکنیم، من اون طرفی رو چیزی نمیتونم بگم، فقط یه چیز رو میتونم تایید کنم، آقای عبدالله ویسی ایرانی تصدیقش هم میتونه براتون بیاره، اگه لازم داشت بگید اینو من میتونم براتون تایید کنم. I don't know who is this coach. من خیلی خوب نمیشناسم. I don't know who is in the football. خیلی سوال فوتبالیشون نمیدونم. Tell to him to speak with me. Must show me his identity card because I don't know him from anywhere. من اون اوراق هویتیشون رو نشون بدم. با رفتن مسی از پاری سن ژرمن احتمال جدایی نیمار هم خیلی قوت گرفته و شاید فوق ستاره برزیلی از پی اس جی جدا بشه. من اعتقاد دارم واقعا تو بارسا خیلی خوب بود نیمار، ولی دیگه وقتی رفت پی اس جی اصلا اون چیزی که باید از نیمار میدیدیم رو ندیدیم و
در حال حاضر نیمار یه چیزی در حد مجلس گرم کنه مراسمات خواهرشی که هی میگم من الکی مصدوم شدم یه چشمک اینجوری میزنه میره مراسم. ببین مثلا حالا اینم بگم پیچوندن راه داره، مثلا نیمار یه چشمک میزنه میگه آخ، بعد میره تولد خواهرش، مسی جتو سوار میشه، پستم میذاره میره عربستان. خب نمیشه برادر من. به هر حال نیمار هم شنیده میشه که حالا میخواد جدا بشه همراه با مسی از پاری سن ژرمن، نمیدونیم این اتفاق بیفته یا نه، ولی از یه طرفی هم بنده خدا حق داره. الان مسی این کارو کرده بود، بعد هوادارهای پاری سن ژرمن معترض بودن، پا شدن رفتن در خونه مسی، البته مسی اونجا نبود، یکم شعار اونجا دادن، بعد رفتن دم در باشگاه یکم شعار دادن، بعد رفتن دم در خونه نیمار اونجا هم شعار دادن. خب الان نیمار چیکار کنه؟ یعنی واقعا انتظارتون از آقای نیمار چیه؟ بعد نیمار رفته بود زیر یه پستی کامل گذاشته بود که بابا بیاید اینا رو جمع کنیم برن. واقعا پاری سن ژرمن تیم عجیبیه، یعنی شما چه بپیچونیدش بهتون بد و بیرا میگن، چه نپیچونیدش بهتون بد و بیرا میگن، حتی به امباپه هم بد و بیرا میگن. امیدوارم که خدا پاری سن ژرمن رو نصیب گرگ بیابون هم نکنه. واقعا اما جالبترین اظهار نظر در رابطه با شرایط مسی این صحبت آقای کومبواره، اونم یا همچین چیزی، سرمربی تیم نانت بود. آقای کومبواره گفته بود که واقعا پاری سن ژرمن لیاقت مسی رو نداره، اگه این بنده خدا تو تیم من بود میگفت همون جلو باس، اصلا ندو، اصلا راه نرو، تکون نخور، اصلا بیا تو چشم من، تخم چشای من. یه همچین برداشتی از آقای مسی داشت. من دو تا نکته میخوام با آقای کومبواره عرض کنم. مورد اول اینکه آقای کومبواره، مسی خود چیکار کنه؟ باید بازی کنه دیگه برادر من. یعنی چی ندو؟ خب بذار راه بره، گل بزنه، همینجوری که نیومده بخوره بخوابه تو تیمت. مورد دوم اینکه همین آقای کومبواره که اینو میگه، یکی دو ماه پیش که نوبته تو همین ماه رمضان گذشته یکی از بازیکنای تیمشو تحویل باشگاه داد، خاطر اینکه اون بازیکنش مسلمان بود روزه میگرفت. کومبواره میگفتش که من اعتقاد دارم که روزه ضرر داره و کلا بده و نباید بگیره. خب نظرات کارشناس آقای کومبواره در همین حد واقعا. آدم کریم بنزما روزه میگیره، استوری هم میذاره با یه لیوان شیر و سه تا دونه خرما، میره چمپیونز لیگ هم گل میزنه، رکوردم میشکنه، همه این کارا رو هم میکنه، روزاش هم میگیره. کلا حالا نه اینکه کاری با مسی داشته باشیم، مسی که اصلا تاج سر همه ما، ولی کلا به نظرات آقای کومبواره هم از این به بعد دقت کنین، ولش کنین، بزنین حالا بر خودش دیالو داره، یه سری چیزایی میگه فعلا. اما صحبت بکنیم در رابطه با مقاصد احتمالی لیونل مسی در آینده. حالا میگن که قرار پایان فصل از پاری سن ژرمن جدا بشه و بس قرارداد و اینا کلا به درد نمیخوره دیگه. مسی کجا خواهد رفت؟ آپشن که زیاده. یه عده میگن که میره مثلا عربستان الهلال و اونجا تبدیل به گرونترین بازیکن میشه. من بعید میدونم، یعنی با توجه به آیتم هفته قبل که در مورد رونالدو حرف زدیم، میگن آدم عاقل از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوره. حالا آقای مسی هم درسته که نرفته تا حالا عربستان به عنوان چیز حرفه، یعنی اگر نه که پیچونده بودم این هفته پیشه، ولی اگه به وضعیت رونالدو نگاه کنه گوش میده نمیره آقا، چرا بره عربستان؟ حالا این همه دیگه پول دارم، من واقعا نمیفهمم فرق 5000 میلیارد دلار با 15000 میلیارد دلار رو نمیفهمم واقعا چه فرقی با هم میکنه. آخه دیگه از یه جایی به بعد نمیتونی کاریش بکنی. برای همین حس میکنم که مسی نره الهلال، حداقل درس عبرت شده باشه براش رونالدو. میگن که مثلا ممکنه برگرده آرژانتین و اون تیم اولش که اونجا بازی میکرده دوباره بره اونجا بازی بکنه. بازم بعید میدونم، مسی بازیکن بسیار توانمندیه، هنوزم انرژی و انگیزه و هیجان داره و شاید بتونه واقعا توی فوتبال اروپا ادامه بده. یه عده میگن میخواد بره انگلیس، بیاد نیوکاسل بازی کنه، نمیدونم مثلا نیوکاسل میخوادش یا منچستر سیتی بیاد زیر نظر پپ کار کنه. کلن مسی مثلا ناخونش میخوره، این ناخون انگوش کوچیکش میخوره به موب، میگن که از شرایطش در پاری سن ژرمن ناراضیه، باید برگرده زیر دست پپ. یعنی کلن تمام هواداران فوتبال در سر تا سر جهان منتظرن یه چیزی بشه، مسی برگرده با پپ. خلاصه که این داستان عاشقانه به حال شد به وقوع به پیونده، اما یک احتمال خیلی جدی وجود داشت که متاسفانه از حیز انتفاع ساقط شد. خیلی کلمات قلمبه سلمبه داریم به کار میبریم، اینا رو تازه یاد گرفتم. از حیز انتفاع ساقط شد و اونم پیوستن مسی به استقلاله. یه وقتی آقای فتح‌الله زاده نیست نمیتونه بیاد استقلال، با این حقیقت کنار بیایم. بعدم این که شما تصور میکنین اون مربی فولاد یزد رو بردن گذاشتن بالا سر رونالدو، مگه ساپینتو چشی که مربی مسی نباشه؟ اتفاقا اگه مسی بپیچونه ساپینتو قطعا یه دو سه تا کتک هم به مسی میزنه که تو بیخود کردی نمیای تمرین. یه همچین داستانی. حتی من یه نکته هم میخوام عرض بکنم اینجا، میگن که حالا مسی میره میپیونده به الهلال و این داستانا. الهلال همین هفته به اوراوارت ژاپن باخت، همون تیمی که سپاهان بهش باخته و تو
فینال لیگ قهرمانان آسیا و خلاصه قهرمانی رو از دست داد. تعداد فینال هایی که الهلال در لیگ قهرمانان آسیا باخته از تعداد فینال هایی که در لیگ قهرمانان آسیا اصلا برگزار شده بیشتره. اتفاقا یکی از پر افتخارترین تیم‌ها هم هست کلا الهلال جاربه. این میره فینال یه 3-4 بار می‌بازه، دو بار می‌بره. کلا که سیستمش اینجوریه و حالا شاید مسی رو بخرن، نمی‌دونم، شاید مسی رو به خدمت بگیرن، این تغییر رویه ای ایجاد بشه و ما بالاخره پایان سلطه تیم‌های شرق آسیا رو هم ببینیم به در واقع فوتبال آسیا و قاره خودمون. اما در رابطه با بارسلونا هم میشه صحبت کرد دیگه. این همه آپشن گفتیم، قطعا آپشن مد نظر هممون اینه که مسی شاید برگرده بارسا. ببینید این مسئله خیلی سخته، یعنی میگن که حالا این هفته در واقع زادروزه، نمیدونم سالروزه یا گرامی داشته، مریم میرزاخانی هست دانشمند ریاضی کشورمون که حالا گفتن یکی از مسائل حل نشده ریاضی رو حل کرد. یکی از مسائل حل نشده جدید ریاضی اینه که مسی بره بارسا، اصلا نمی گنجه، یعنی در حدی نمی گنجه که آقای لاپورتا همین چند وقت پیش بچه ها رو بیرون میکرد از نیوکمپ، میگفت آقا بفرمایید مراسم، عروسی میگرفت، خط میگرفت، میداد دست بچه ها فوتبال بازی کنن، به هر منظور نیوکمپ واقعا اجاره داد. اینقدر دیگه میخوام بگم اوضاع خرابه. و همین چند وقت پیش اصلا اعلام کرد که آقا تلویزیون اینترنتی بارسا هم جمع کنید، اصلا ما نمیخوایم. خب بعد میگید که چرا مسی بیاد ایران؟ این همه تیم داریم الان تو ایران تلویزیون اینترنتی دارن، بارسا میخواد جمع کنه. از این دلیل مستدلتر، یعنی اگر مسی اینجوری باشه که من میخوام برم یه تیمی که تلویزیون اینترنتی داره، میتونه بیاد ایران و بارسا گزینه خوبی نیست. به هر حال مشکلات شدید مالی که آبی و اناری ها دارن ممکنه کار رو برای انتقال سخت بکنه، اما خب دیگه دارن تلاش خودشونو میکنن، دیگه دارن میگن که دارن تلاش خودشونو میکنن. عین این دکترا مثلا آخرش هم مسی پا میشه میره مثلا الهلال با 400 میلیون، بعد لاپورتا میاد خبرنگاران مثلا اینجوری اعلام میکنه ما همه تلاشمون رو کردیم متاسفانه نشد، یه خرید جدید میخوام براتون رونمایی کنم، میره دور مثلا بریت بیتو میاره، میگه بفهمید مسی جدید. یعنی از این کارام زیاد میکنن بارسایی ها، مخصوصا با تجربه وضعیت بد اقتصادی که الان دارن. اصلا وضعیت بد اقتصادی بارسا این منه، وضعیت من هر هفته دارم براتون میگم به امید اینکه یه فرجی بشه. لطفا زنگ بزنید فوتبالی بگید یه شماره کارت این آقای اسدی چرا زنگ نمیزنه. خب من فکر کنید برای چی هر هفته دارم میگم. به هر جهت وضعیت بد اقتصادی بارسا اینه، وضعیت بد اقتصادی فقط منه. و نکته‌ای که می‌خواستم اشاره هم بکنم یادم رفت بگم اینه که این سوال پیش میاد، اگر لاپورتا موفق بشه مسی رو جذب بکنه، کاربری مسی تو بارسا چیه؟ مثلا حتی من میتونم بگم که ببین بای دیفالت که باید برش داره بیارتش بذارتش بازی کن، ولی مثلا یه بندی میاره تو قراردادش میگه تو ساعات بیکاریت بیا یه دو تا مثلا روپایی هم بزن تو این مراسم عروسی مال مثلا خوان پدرو مثلا لوپز، اینه یه دو تا روپایی بزن اینا شادشن دوره هم. واقعا از این چیزا ممکنه که بارسا انجام بده. با همه این صحبت‌ها بازگشت مسی به بارسا میتونه یه اتفاق خیلی دلنشین و خاطره ساز باشه برای ما، ما فوتبالیایی که خیلی با درخشش‌های فوق ستاره آرژانتینی تو لباس آبی و اناری خاطره داریم و شاید این اتفاق رقم بخوره. به برکت حضور در عربستان بالاخره خاک خاورمیانه اگه به من وفا نکرد و به رونالدو وفا نکرد، شاید به بارسایی‌ها وفا کنه و مسی برگرده به بارسا. نمیدونم، واقعا فوتبال یه طعم خاصی داشت هم با مسی و هم با رونالدو زمانی که تو دوران اوجشون بودن. بحث تیمی نیستا، یه بحث واقعا دلی فوتبالیه. مهم نیست شما طرفدار چه تیمی هستین، این دوتا فوق ستاره خیلی معادلاتو تغییر دادن. و حالا میگن که مثلا شاید هالند بیاد جای مسی رو بگیره در آینده و بهتر از مسی بشه. همه گل‌ها یه اتروبوی دارن، مسی و رونالدو هم برای ما یه اتروبوی خاصی داشتن که دیگه تکرار نمیشه. به امید اینکه آقای مسی از این به بعد کمتر بپیچونه، درسته با خانواده خوبه وقت بذاره، البته نه مثل آقای رونالدو، به رونالدو گفته بودم بفرمایید با خانواده وقت بگذارید، اینجوری بچه‌شو گرفته بود ول کرده بود تو استخر، نمیدونم ویدیوشو دیدین یا نه، به شکل سالم و مسالمت آمیزی مسی با خانواده‌اش وقت بگذرونه، نپیچونه و شاید برگرده بارسا. شاید این نه فقط دل بارسایی یا دل خیلی از هوادارهای فوتبال رو شاد کنه. مرسی که این آیتم فوتبالی رو دیدین. تا هفته بعد.